سلام. افغانستان در یک سال اخیر با تهدید جدی امنیتی، از شمال تا جنوب در تهدید جدی و اما پایتخت نشینان هم دیگر آرام نیستند. از فصل برادران ناراضی هم که گذشتیم رسیدیم به فصل مخالفین سیاسی. بیشتر از دو ماه هم از حکومت وحدت ملی گذشت، اما امنیت همچنان بیداد می کند. در این برنامه با ما بمانید تا بدانیم دلیل ناامنی های اخیر در افغانستان و پایتخت چی است. شما شهروندان افغانستان هم می توانید با شماره تماس که در روی اسکرین های تلویزیونتان است دیدگاهتان را با ما شریک بسازید. مهمان من اینجا در استودیو علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون دفاعی مجلس سنا هستند. آقای جمشیدی، شما را به بحث خوش آمدید میگم. ناامنی های اخیر ظاهرا فرمول جنگ را در افغانستان تغییر داده. همه ساله فصل سرما فصل پایان جنگ بود در افغانستان، ولی امسال در فصل سرما جنگ بیشتر تشدید یافته. دلیل در چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما و بینندگان محترم تلویزیون. عرض کنم که جنگ که در افغانستان جریان داره، ای تنها ریشه هاش نمیتونه که تنها در افغانستان باشه، این ریشه های داخلی تنها نداره، بلکه جنگی که در افغانستان جریان داره یک جنگی هست که توسط استخبارات منطقه و همچون فرامنطقه‌ای پشت سر از این قضیه هست. در مرحله 13 سال گذشته متاسفانه استخبارات منطقه تانست که موفق شوه و جنگ را در افغانستان همچنان شعله‌ور نگه بداره و حکومت وقتی افغانستان را به چالش بکشه. در مرحله جدید که پس از انتخابات سال 1393 و به وجود آمدن حکومت وحدت ملی، دشمنان افغانستان کوشش کردند که به یک نحوی در این مرحله هم مثل مرحله های گذشته اونا بازی بکنه، یعنی به یک نحوی هم جامعه جهانی را متقاعد بسازه که از زاویه دید از ناب افغانستان دیده شود و هم اونا به یک نحوی افغانستان را مدیریت بکنه. از این طرف حکومت وحدت ملی هم با توجه به سرنوشت حکومت گذشته افغانستان و عوامل جنگ در افغانستان، در ابتدا با اتخاذ سیاست های خارجی نسبتا دقیق که در اول به عربستان سعودی انجام شد، با توجه به ارتباط عربستان سعودی و پاکستان و نهادهای دینی که در پاکستان هست و همچنین سفر بعدی در چین، با توجه به روابط دیرینه چین با کشور پاکستان و سفر بعدی که در واقع امو اصل هدف بود به پاکستان صورت گرفت، با یک امیدواری بسیار قاطع و با یک آجندای مشخص و با یک هیئت بسیار بلند بالا از نظر تعدد و همچنین دید و بازدیدهای تقریبا غیر معمولی که در پاکستان صورت گرفت، همه از اینا بر اساس نیازمندی های افغانستان صورت گرفت. اما انتظار مردم افغانستان ای بود، انتظار حکومت وحدت ملی ای بود که ای بازدید از کشور همسایه پاکستان در واقع نتیجه مثبت بده و منتج شود به کاهش جنگ و درگیری در افغانستان. یک چیز را که میخوایم اشاره بکنم براتون آقای جمشیدی، پس از این که سفر منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را آقای رئیس جمهور آغاز کردند و مثلا پاکستان، چین و همینطور عربستان سعودی، همین گراف عملات هم بالا رفت، پس دلیل در چه است؟ اصل مشکل در اینجا هست که آیا خواسته های اصلی پاکستان از حکومت افغانستان، از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، قطعا در اجلاسی که در پاکستان، در نشست هایی که بین مقامات یا هیئت افغانی با مقامات مختلف پاکستانی صورت گرفت، قطعا مطرح شده. شاید خواسته های پاکستان مثل گذشته خواستایی بوده که قابل قبول نبوده بر جانب افغانستان و یا غیر منطقی بوده، پس بناهن با شما دوباره برمیگردیم. حال فریدون از شهر نو کابل روی خط تلفن است. فریدون، مشخصا دیدگاه تو در مورد ناامنی های اخیر در افغانستان و مخصوصا پایتخت چی است؟ ناامنی ها تماما از این جنبه هایی که
تمام مردم پلیس همی وزارت داخله با تمام انشان با خائنین روبرو هستن. اگر خائنین در ملت دولت نباشه اصلا این امنی ها بوجود نمه. اینا همشان همی سیاست مدارای که فعلا در رأس قرار دارن مشکل اونده امینا خودشان هستن، مردم عام نیستن. نامی ها تمامش بله فریدون، تمامش برمیگرده به مقامات دولتی و ضعف و ناکارایی اینها، درست؟ بله تمامش اینا اگر تمامشان وطن فروش نباشن، خود فروش نباشن، هیچ وقت نامی وجود نمه. سپاسگزار از خودت فریدون. آقای جمشیدی، فریدون یکی از شهروندان کابل بود و می گفت که ضعف و ناکارایی در نظام دولتی و در نظام نیروهای امنیتی است که قادر نمیشن تا تأمین بکنن امنیت. چقدر این امر شما میپذیرین؟ ما به هیچ وجه ایره قبول نمی کنیم که نیروهای امنیتی افغانستان، قوای مسلح افغانستان ناتوان است. ما با این واژه مخالف هستم. نیروهای امنیتی افغانستان توانایی خود را داره، اما ما از اتخاذ سیاست های حکومتگران افغانستان ما در تشویش هستم و بیمناک هستم. درست حکومت وحدت ملی که حالا دو ماه از وقتش میگذره، از شروع کارش میگذره، دقیقا همو سیاست را اینا دنبال میکنه که در گذشته حکومت آقای رئیس جمهور کرزی او را تعقیب کرد و ناکام هم بود. و یکی از این موضوعات که برادر عزیز ما آقای فریدون برش اشاره کرد که خائنین درون حکومت، ما با این گپ موافق هستم. دوباره به شما برمیگردم. شهروند دیگه ما وحید الرحمن از ولایت ننگرهار روی خط تلفن است. وحید الرحمن، مشخصا دیدگاه تو در مورد امنیت و ناامنی های اخیر در افغانستان چه است؟ سلام بارندگان و تاسه و پروگرام ملمتا. لمره امنیتی ستونز در امریکه و ناتو سر در افغانستان ستراتیجیک ترون ده ایش در ترون موش و در ده پاره در مخالفین و جدیق برگون خود نوش بد و هم در افغانستان در ملی پولیس و امنیتی ملی که در پردی استخبارات و در نفوذ ده چه تاسه در سول سیزو که در شاید وی چه پردی استخبارات دل در پردی رو لوی مصرف لو بخت و لو خمال نفوذ در پاره لوی حتی که ولا او بلاخره دوی پا ده توانی دلی دی چه دل تا نفوذو که او ده سخهر لوناور استفاده وگی ترسو واد آرام حالات پی او وخیم او زد حالات بدل کی او خون نشوم و هدف تا ورسیگی چه بدبختانا ده پواک پرسن حکمان روز ده پاره ستی برخورد کرده او جدی اقداماتی ندی کلی بستر کنی میویلی چه فلانی فلانی کسان شده دی او دوی کوشش کری چه دی واد نستونز پیدا کری. زده هسته مثال نکم تیرش پا دیو دو ولسوالی که جنگ نخطه و دنگرهار و آقوی ولایت تلفون کرده ولایت ارتویلی و چه تاسه دخپل امکاناتو نستفاده و کرده نور ممسنش کوله. سپاسگزار از خودت وحید الرحمن، سپاسگزار. هموطن دیگه ما بود وحید الرحمن از ننگرهار و دقیقا سوال را که من میخواستم از شما هم مطرح بسازم، موضوع امضای پیمان امنیتی و تایید و از طرف هر دو مجلس در پارلمان افغانستان چقدر ربط داره برای نامنی های اخیر؟ اجازه بدیم که من صحبت اول خدا تکمیل بکنم. وقتی که آقای فریدون اشاره کرد به خائنین درون حکومت، ما هم با ایشان موافق هستم. امروز نیروهای امنیتی افغانستان ضعیف نیست. این انتحاریایی که چند روز پیش در وزیر اکبر خان حمله کرد و دیروز در کارتسه کابل حمله کرد، اینا توسط کیها انتقال میشه در داخل شهر کابل، در حالی که تدابیر شدید امنیتی در دروازه های کابل برقرار هست. پس این به یک نحوی میرسانه همون قسمی که در 13 سال حکومت گذشته افغانستان طالب از درون پارلمان کشور حمایت شد، طالب از درون ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمایت شد، طالب از درون کابینه افغانستان حمایت شد، امروز هم اونمو روند ادامه داره. پس بنابراین حکومت وحدت ملی هم تا هنوز نتانسته که اینمی موضوع را درک بکنه و ایره تصفیه بکنه. امروز اگر ما به تشدید امنیت مواجه هست، به تشدید ناامنی ها در سطح کشور مواجه هستیم، این برمیگرده به اونمو خائنینی که
و یا جاسوسان کشورهای بیگانه که در درون نظام به چوکیهای بلند حکومتی اینا تکیه زده. و شما باید دارین که شخصی که قرار بود آقای جنرال ظاهر قماندان امنیت کابل را ترور بکنه، ما خودم بار به قماندانی امنیت کابل رفتم، از اونجا در چند جای مورد تلاشی قرار هیچ چگونه انتقال شد. ایره پس شما میپذیرید که علاقات در درون حکومت کار میکنه با مخالفین عمدتاً که راه میافن اینا به نقاط امن افغانستان پایتخت و دیگر شهرها؟ کاملا دقیق است. طالب جنایت میکنه، از درون پارلمان حمایت میشه. طالب آدم میکشه، از درون کابینه حمایت میشه. طالب جنایت میکنه، از درون ارگزاست جمهوری برش امکانات داره میشه. با شما دوباره برمیگردیم. اجمل، شهروند دیگه ما از ولسوالی ده سبز روی خط است. اجمل، با تاسف که تماسش قطع شد. حالا میتونیم بپردازیم به سوال شما که آیا امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو سبب افزایش ناامنی شده؟ بدون شک، من پیشتر عرض کردم در ابتدای صحبتم که متاسفانه یک تعداد از کشورهای همسایه استخبارات منطقه‌ای نمیخواهد که یک افغانستان باثبات در کنارشان باشد، نمیخواهد که یک کشور نسبتاً مترقی در پهلویشون باشه. اونا متاسفانه در یک افغانستان ناامن، در یک افغانستان ارج و مرج، در یک افغانستان بی‌ثبات منافع خود را جستجو میکنه. پس امضای قرارداد امنیتی میتونه کمک بکنه در دراز مدت برای حکومت افغانستان که توسعه بده موضوع اقتصادی، موضوع فرهنگی، سیاسی و همچنان در جهت تجهیز و بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی خود کار بگیره. بدون شک اونا مخالف از گپ هستن، زیاد هم تلاش کردن که قرارداد امنیتی امضا نشه اما موفق نشدن و حالا کارهای را میکنه. شما دوباره برمیگردیم. حالا هم نورزای از مزار شریف روی خط تلفن است. آقای نورزای، دقیقاً مشکل ناامنی های اخیر در تمام افغانستان را در چی میبینی خودت؟ عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان محترم شما. نامنی ها را خود شما مزمکلی بهتر و بیشتر میتونیم که این کسای دستای خارجی هاست، دستای داخلی نیست. اصلا ما شما کسایی داریم در سطح رهبری که انگوش شما راست اما در مجموع نیست. پیشتر آقای فریدون گفتن که ما اینجا کلی کسا در قلمداد کلی کسا دادن. نه، ما کسایی داریم از سرباز، از پلیس ملی، از اردوی ملی، از امنیت ملی که واقعا در افغانستان خدمت میکنه، واقعا در افغانستان دلسوز هستن. اما واقعی کار میکنه و از چوکی دور میشه و کسایی که خائن هستن، خائف هستن، نوکر خارجی هستن، در سر چوکی قرار میگیرن. سپاسگزار از خودت آقای نورزی. بیننده های عزیز، بعد از یک میان برنامه کوتاه با ادامه برنامه خواهیم بود. آقای شهیم از ولایت سمنگان روی خط تلفن است. آقای شهیم، دلیل ناامنی در این اواخر را در چی می‌بینی در تمام افغانستان؟ چرا گراف ناامنی بالا رفته؟ سلام خدمت شما و خدمت مهمان گرامی شما. یکی از عوامل عمده‌ای که باعث ناامنی در بسته کشور شده این است که یک شناخت درست نه حکومت قبلی و نه حکومت جدید از مخالفین داشته. سعی کنین یکی و دیگری که یک وحدت نظر در حکومت وحدت ملی وجود نداره. ببینید، رئیس جمهور دشمنان افغانستان یک چیز خطاب میکنه، معاون اولش دیگه چیز و رئیس جمهور دیگه چیز. در حکومت وحدت ملی وحدت نظر وجود نداره. دیگه ای که هر عمل از خود اگر عکس العمل نداشته باشه، هر عملی که دشمنان افغانستان در افغانستان انجام میدن و یا انتحار و انفجار و ده‌ها سوی قصد دیگر انجام میتن اما از طرف حکومت افغانستان هیچ عکس العمل تا هنوز در مقابل وجود نداشته. مثال اونا رو میگیرم، چند بعد دوباره رها میکنن. همین است که دشمن هم از همین وحدت نظر نبودن مردم های افغانستان و به خصوص افراد با رسوخ افغانستان، اونا هم کوه میگیرن، دوباره کوشش میکنن که عملاتشان را ادامه بدن. یکی از عواملش همین است که شناخت درست از دشمن نداریم و دیگه ای که وحدت نظر در هر دو حکومت نه قبلی نه حالی وجود داشته. همین است.
سپاسگزار از خودت. آقای جمشیدی، مورد را که اینا اشاره کردن آقای شهیم و سمنگان گفت وحدت نظر در دیدگاه دولت مردان ما وجود نداره، اما اون قسمی که در دولت گذشته هم وجود نداشت. آقای رئیس جمهور میاد میگه مخالفین سیاسی هستند کسانی که در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان، در مقابل مردم افغانستان میجنگه. رئیس اجرایه هم میاد میگه که دشمن جان و مال مردم هستند کسانی که میجنگن، و معاون اول رئیس جمهور هم دیدگاه متفاوت دیگه را داره. چرا وحدت نظر دیده نمیشه بین دولت مردان؟ حکومت قبلی افغانستان در برخورد با مخالفین مسلح در واقع همو جاده یک طرفه را تا آخر پیمود و تا آخر هم نتیجه نداد. یک سر صدا کرد، برادران ناراضی گفت، هرچند که طالبان جنایت کرد، رئیس جمهور در مقابل با اونا مرحمت کرد و زندانی های خطرناکش آزاد کرد و حتی پول و امکانات هم داد، اما تا آخر هیچگاه یک صدایی از طالبا بلند نشد که حاضر شود با حکومت آقای کرزی مذاکره بکنه. متاسفانه تا حالا حکومت وحدت ملی هم دنبال روی همون سیاست های حکومت قبلی افغانستان است که تا هنوز هم نتیجه نداده. آقای اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان اولا در روز مراسم تحلیف به دیگر موضوعات تقریبا با جزئیات پرداخت، اما به مشکل اصلی افغانستان که همانا ناامنی بود به این هیچ اشاره ای نکرد. یک موضوع. موضوع دوم ای که چند بعد آقای رئیس جمهور مخالفین مسلح افغانستان را که در صدد سرنگونی نظام هست و هیچ قبول نداره، قانون اساسی افغانستان را قبول نداره، با اونا مخالفین سیاسی لقب دادن. و همچنین امو قسمی که شما فرمایش کردین و دوست دیگه ایم از ولایت سمنگان گفتن، یک عدم توافق نظر در ارتباط مخالفین مسلح هنوز هم وجود داره. آقای دکتر عبدالله یک تعریف داره از مخالفین مسلح به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور اشرف غنی تعریفی خاص خود را داره. پس تا زمانی که فکر نمی کنین که نداشتن یک تعریف مشخص از دوست دشمن در شرایطی که حالا هم گراف عملات توسط مخالفین بیش از حد بالا رفته، بی‌اعتمادی را نسبت به این نظام، نسبت به این حکومت در بین مردم ایجاد خواهد کرد؟ دقیقاً. حالا یک اعتمادی است که بین مردم و حکومت به وجود میاره و از طرف دیگه مورال نیروهای نظامی ما را پایین میاره. زمانی که طالب بمب به کمر خود بسته میکنه، میاد در قرارگاه نظامی سربازان اردوی ملی ما خود منفجر میته و سربازای ما را از بین میبره و یا مردم بیگناه را از بین میبره، وقتی که از طرف عالی ترین مقام حکومتی به عنوان مخالف سیاسی قلمداد شوه، اینجا معلوم دار که مورال و انگیزه او سرباز اردوی ملی پایین میآید، اما در مقابل مخالفین مسلح روحیه بالا به خود میگیره. این بسیار ضرر داره. دوباره به شما برمیگردیم. حالا هم اجمل از ولسوالی دسبز کابل روی خط تلفن است. اجمل، دیدگاه تو در مورد ناامنی های اخیر در پایتخت و تمام نقاط افغانستان چه هست؟ سلام خدمت شما و خدمت میمان شما وکیل صاحب. نظر ما این است که تمام امی وکلا و قماندان سالارا و امی موترهای زرهی که دارن و بادیگارتا دارن و امی علت ناامنی مشخصا در پای زمین یک تعداد مردم های است که با خود طلا عمل میکنن، اون منتحار انفجار میکنن، اون تروریست میره از خارج دنیا افغانستان. اگر جلو از این مردم ها گرفته شد، یک وکیل سای پارلمان 800 یا 600 گارد شخصی و نظامی داره، هر کاری که بگویی از عده از امو برابانه میتونن میکنن، انفجار، انتحار، قتل، ترور، همهش از دست دنی یک تعداد وکیل ها، همین قماندان سالارا و پک سالارا هست. جلو از این مردم گرفته شد، خود به خود امنیت آمده، امنیت هست، امنیت نه. سپاسگزار از خودت اجمل. اجمل از دسبز کابل بود. آقای جمشیدی، چقدر به دیدگاه اجمل شما ارزش میدین که جمع از وکلا و جمع از دولت مردان و زول سارارا توضیح کردن سلاح غیر قانونی و این باعث شده که ناامنی ها بیشتر شود در نقاط مختلف کشور؟ من موافق هستم با جناب اجمل عزیز.
ما اگر یک نگاه، من خودم یکی از اعضای پارلمان هستم، گای واقع شده که من وقتی که در سرک را میروم به رفتار و کردار یک وکیل پارلمان در مقابل آبرین دیگه و یا در مقابل پلیس ترافیک در سر سرک ها به خاطر راهنمایی موترها و آبرین هست، این برخوردار را مشاهده میکنم. این خودم به عنوان یک نماینده مردم در پارلمان کشور میشرمم، این واقعیت داره. اما تعداد از اینا بسیار محدود هست، هستند تعداد زیادی از وکلای پارلمان کشور که اینا رعایت میکنه قوانین نافذه کشور را. بیاین باید در هر سطح که باشیم، چه وکیل باشیم، چه عضو کابینه باشیم، چه یک مقام دیگه حکومت باشیم و چه افراد عادی کشور باشیم، بیاین که از خود شروع کنیم، بیاین که قانون را باید محترم بشماریم، بیاین به قانون احترام بگذاریم. هرگاه اگر ما وکیل هستیم در یک جای میریم، پلیس مأمور ترافیک برای ما اشاره میکنه که برای چند دقیقه روی این موضوع استاد باش، دوباره به شما بدید از او به او اشاره از دوباره به شما برمیگردیم. صدیق الله از ولایت کاپیسا روی خط تلفن است. صدیق الله، در آغاز خودت بگو که امنیت در ولایت کاپیسا چگونه است و چه باورمندی داری نسبت به اینکه چرا گراف عملات در این اواخر افزایش یافته در تمام نقاط افغانستان؟ سلامونه احترامات تاسو ته تمه کوم تاسو له کومه بزرګ څخه د دوه باندې سیلان په خدای ولایت کې اته دوه ولسوالۍ کې تاسو ټول معلوم دی یو د تداب ولسوالۍ او بل هم د الاسه ولسوالۍ کې دي چې همیشه امنیت قاتل حالت دی او د تجمع د مخالفتونو لخوا او همدارنګه د دولتي سپاسگزار از خودت. صدیق الله از خودت سپاسگزار. آقای جمشیدی، یک مورد دیگه ایم که خیلی مطرح میکننی است که افغانستان قرار است فردا در نشست بروکسل سران حکومت شرکت بکنند و اما تو بعد او نشست لندن و بنابرای مخالفین بخواین افغانستان را ضعیف نشان بتن در نشست لندن بر جامعه جهانی، بر متحدین افغانستان و این عملات خود را تشدید بخشیدن، چقدر به نظر شما این کار درست است؟ افغانستان در نشست لندن اشتراک میکنه چند روز آینده و این نشست لندن در واقع در پیوند با نشست سال 2010 کابل و همچنین نشست توکیو ژاپن صورت میگیره. یعنی در واقع نشست لندن یا جلسه ای که در لندن قرار است دایر شود برای افغانستان بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. تمامی کشورهای عضو ناتو و همچنین کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست میزان مساعدت خود را، میزان کمک های خود را در آینده برای افغانستان اینا متعهد خواهد شد و او را به شکل عملی بعد از اون به اجرا خواهد گذاشت. بدیهی است که کسانی که یک افغانستان باثبات را نمیخواهد، بعضی از حلقات و یا متاسفانه کشورهای منطقه‌ای که دیدی منفی نسبت به افغانستان داره، اونا تلاش میکنه که ناامنی را در افغانستان دامن بزنه، به خاطر از اینکه هیئت افغانی در اجلاس لندن
اونطوری که باید و شاید حقش هست ظاهر شده نتانه و بسیار ضعیف ظاهر شود در اونجا و از موقع ضعیف بتانه گپ بزنه و همچنین کشورهای اشتراک کننده هم در اونجا بیشتر متوجه قضایای ناامنی در افغانستان شد. سپاسگزار. موضوع دیگه هم موضوع کابینه است. اعلام نشدن کابینه جدید مخصوصا سکتورهای امنیتی چقدر نقش داره در بی‌امنیتی و همی بلند رفتن گراف ناامنی در افغانستان؟ خب خدمت شما عرض بکنیم که به تأخیر افتادن اعلان کابینه جدید افغانستان متاسفانه تأثیرات منفی خود را هم بالای روحی مردم افغانستان گذاشته و هم بالای ادارات حکومتی تأثیر منفی گذاشته و هم تأثیر مثبت گذاشته بالای روحیه مخالفین مسلح، یعنی به این معنا که اونا روحیه پیدا کرده و در صدد ازی برآمده که ازی خالقا و ازی فرصتی که بر ازنا با وجود آمده بیشتر استفاده بکنه، ناامنی ها را دامن بزنه. وقتی که میگم بالای روحیه مردم تأثیر منفی گذاشته، به این معناست که رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد، خودش وعده کرد که تا 45 روز آینده بعد از مراسم تحلیف کابینه جدید را معرفی میکنه. با شما دوباره برمیگردیم. محمد هاشم از خیرخانه کابل روی خط تلفن است. محمد هاشم، دیدگاه تو در مورد ناامنی های اخیر در تمام افغانستان چه است؟ محترم، ما یک خاصتا برتان اول بر میمانتان و به شما یک سلام تقدیم میکنم بعدا و در عین زمان ما در زمان آقای کرزی و یک در وقت جشن که بود یک فیر که از چی شده بود در مسجد عیدگاه او یک فیر شده بود، وزیر داخله را که رئیس امنیت همین دفتن تبدیل کرد و امروز که هزار نفر کشته میشه که از دقیقی از این همیشه که این بچه مسلمان است یا بچه کافر، اما در عین یک فیر شده بود که نه وا زخمی شده رو نه کشته و او دفتن وزیر داخله رو تبدیل کرد و رئیس امنیت هم امروز هیچ هزاران نفر کشته بشه و هزاران خانه بیران بشه که از دقیقی از این نیست که چی میشه و چی نمیشه، فقط همی چوکی خدا یا کار دارن و پول در جیب خود انداخته میرن و اینمی کارشان هست بس خلاص یا کلشان مافیا هستن هست در طرف ما. سپاسگزار از خودت. میگن ناکارایی در سران نیروهای نظامی است که باید برکنار شوند. شما هم فکر میکنین که این ناکارایی در سران نظام نیروهای امنیتی و نظام سیاسی افغانستان است؟ البته شاید دیدگاه برادر عزیز ما تا یک حد را واقعیت داشته باشه، اما در سطح رهبری سکتور امنیتی ما جدیتی را میبینیم. وزارت دفاع ملی و همچنین وزارت امور داخله، مخصوصا نیروهای امنیت ملی یا ریاست عمومی امنیت ملی تلاش های خود را زیاد داره، تلاش میکنه، زحمت میکشه، منتها مشکل اساسی در اینجا است که متاسفانه دشمن با تمام امکاناتی که داره اینا از امکانات خود استفاده میکنه و بیشتر تلاش داره که در واقع سکتور امنیت را به یک نحوی ناکام بسازه و ناکام قلمداد بکنه. یک از اشاراتی که دوست عزیز ما داشتن به خاطر ازی بود که گفتن برکنار کردم. البته مقامات حکومتی باید به قضایا به جدیت بنگره. زمانی که یک کسی در رأس یک وزارت، مخصوصا در رأس وزارت های امنیتی مثل دفاع و داخله قرار میگیره، هرگاه میبینه که نمیتونه به درستی سمت را به پیش ببره، نمیتونه که امنیت شهروندان را تأمین بکنه، بهتر از است که به جای از اینکه شخص اولی مملکت او را برکنار بکنه، خودش وادار شود به استعفا. یعنی هم یک فرهنگ استعفا و به وجود می آید در کشور و هم یک درس میشه برای دیگران. البته دوباره برمیگردیم جناب وکیل صاحب. محمد قربان از ولایت بغلان روی خط تلفن است. آقای قربان، چگونه است امنیت در ولایت بغلان و دقیقا دلیل ناامنی های اخیر در تمام افغانستان را در چی میبینی خودت؟
در ولایت دارالعلوم بالخصوص ایران خدا خوب است و هم در ولایت کابل است. من میبینم کلش دست منشای خارجی است. اگر خارجی نباشه شخصا ما یک بندی چی هستیم که ولایت با ما حرکت نکنیم کابل نمیرم خونگیر رژیم ما باشه تلاشی میشه و چه صلاح و قینطاری میه و تلاشی نمیشه و دسته نمیشه. از این معلوم میشه که خودی ابو وزیرا خودی ابو کلانا کلی دست داره. اگر کلانا دست داشته باشه یا چی رقم بده داخل خود ولایت چی کابل داخل شده. اگر او دست خارجی نباشه یا دست خودی کلانا کابل نباشه یا چی رقم میتونه داخل شده داخل کابل. سپاسگزار از خودت. آقای جمشیدی، موضوع دیگه که مطرح میشه بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. چقدر تأثیر گذاشته خروج نیروهای خارجی از افغانستان؟ قراره که در اواخر نیروهای نظامی بریتانیا ولایت هلمند را ترک گفتند و شما شاهد حملات اخیر در پایگاه بسشن در ولایت هلمند بودین که بسیار شدید هم بود. ای که طالبا شعار میده که ما با بودن خارجی ها در افغانستان مخالف هستیم، ای یک گپ هست که واقعیت نداره. چه خارجی ها در افغانستان باشه چه نباشه، طالبا عوامل دست بیگانه هست، جنگ میکنه در افغانستان، ناامنی ها را دامن میزنه. خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اما قسمی که شما اشاره کردین در هلمند انگلیسی ها از اونجا خارج شدن، اما دیدیم که شدیدترین حمله سر پایگاه از اونا که جدیدن به دست اردوی ملی سپرده بود صورت گرفت. این به یک نحوی میرسونه که باز هم متاسفانه استخبارات منطقه با بیرون شدن خارجی ها تلاش میکنه که نیروهای امنیتی افغانستان را ضعیف نشان بده. فکر میکنم که به لحظات آخر برنامه نزدیک شدیم. اگر اجازه بدین ما هم یک جنبندی بکنیم هم یک پیام بدیم برای خوب است. یک پیام ما برای نیروهای مسلح افغانستان است که شما ضعیف نیستین دوستای عزیز ما، در تمام جزودام هایی که در سطح کشور شما مصروف انجام وظیفه هستین شما ضعیف نیستین، شما قوی هستین. مردم افغانستان زحمات شما را، جانفشانی شما را می ستایه، اما مشکلات هست. انشاءالله به زودی این مشکلات مرتفع خواهد شد و ما شاهد یک افغانستان سربلند خواهیم بود. اما کاری را که اگر ما بنا باشه به عنوان جنبندی بحثمون بکنیم، کاری را که حکومت وحدت ملی در مبارزه با ناامنی انجام میده، یک موضوع بسیار مهم است که امروز متاسفانه ما یک خلایی وجود دارد در بخش ترویج معارف اسلامی ما. چگونه یک طالب میه خود را انفجار میته، بر از او گفته میشه که به محض تو خود را انفجار دادی میری به بهشت، و یا افراد بیگناهی که همراه تو در اثر او انفجار کشته میشه اونا هم همراه تو میره به بهشت. پس در اینجا در یک چنین خلا، وقتی که دشمنان از این نادانی و جهالت طالبای افغانی استفاده میکنه، پس وظیفه وزارت ارشاد و حج و اوقاف چیست؟ وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ ما چیست؟ چرا اینا بانگای تبلیغاتی را در راستای روشن شدن اذهان عام مردم افغانستان فعال نمیکنه اینا؟ اگر کوتاه اشاره بکنیم پس بنابراین حکومت وحدت ملی باید بانگای تبلیغاتی خود را در جهت روشن ساختن اذهان مردم در بعد اسلامی فعال بسازه تا توطئه های دشمن خونسا بسازه. راه دوم برخورد خود را با طالبات تغییر بده، هم پروسه صلح را تعقیب بکنه، از طریق منابر مساجد و علما تشویق بکنه طالبان را به پیوستن به پروسه صلح، و از این طرف در میدان های بعد باید نیروهای امنیتی افغان و قوتهای مسلح افغانستان را دستش باز بگذاره، از حالت دفاعی اونا را خلاص کنه، به حالت تهاجمی در بیاره. در هر جایی که مخالف مسلح سر بلند میکنه اونا بی‌محابا بی‌رحمانه باید دشمنان را سرکوب بکنه در میدانهای نبرد تا رهبران از مخالفین از طالبان مجبور شوه بپیونده به پروسه صلح و سر میز مذاکره بشینه. سپاسگزار از حضور شما در استودیو و از حضور تک تک شما شهروندان افغانستان که دیدگاهتان را در این برنامه با ما شریک ساختین. برنامه های تلویزیونی یک را از طریق رسانه های اجتماعی هم دنبال کرده می توانین، فیسبوک، تویتر و یوتیوب. همچنان با امید پایداری و سربلندی مردم افغانستان تا دیدار بعد، بدرود.